13 سال نبرد نفسگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان، نبردی که به منظور مبارزه علیه گروه طالبان به شبکه القاعده راه اندازی شده بود. از یک سال بدین سو نقش جنگی نظامی آمریکایی در افغانستان به آموزش و مشوره دهی به سربازان افغان مبدل شد، اما نبرد در افغانستان با گذشت هر روز بدتر می شود. حالا افزایش جنگ در کشور نگرانی مقامات ارشد نظامی آمریکا را برانگیخته است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات نظامی آمریکا نوشته است فرماندهان بلندپایه نظامی آمریکا به گونه خاموشانه در مورد طرح گفتگو دارند که ممکن هزاران سرباز آمریکایی را برای چندین دهه در افغانستان حفظ کنند. هرچند فرماندهان آمریکا چند ماه پیش خروج آخرین سربازان آمریکایی پایان سال جاری میلادی را برنامه‌ریزی می‌کردند، اما اکنون برای حفظ آنها کار میکنند تا حضورشان را در افغانستان در دهه‌های دیگر حفظ کنند. مقامات ارشد نظامی آمریکا همچنان گفتند که این تصمیم همچنان بیانگر آسیب پذیری دولت افغانستان به ادامه حمله دهشت افغانان و این نگرانی است که گروه‌های دهشت افغان مثل القاعده به ایجاد اردوگاه‌های آموزشی ادامه خواهند داد که ممکن تاثیرات آن فراتر از منطقه احساس شود. ما نمیتوانیم افغانستان را ترک کنیم، زیرا این کشور هنوز هم با خطر جدی طالبان و القاعده که در حال رشد هستند مواجه است. افغانستان نیاز به همکاری دارد و اگر این کشور را ترک کنیم، به نظر من بار دیگر افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان مبدل خواهد شد که آن زمان امنیت آمریکا را نیز تهدید میکند. از جانب هم یک مقام ارشد پنتاگون که نخواست نامش فاش شود گفته است که آنها دریافتند که نمیتوانند افغانستان را ترک کنند و گفته وی نیروهای محلی افغان نیاز به حمایت هوایی، استخباراتی و تدارکاتی داشته و آنها در ظرف 3 یا 5 سال آماده نخواهند شد.